سرمربی کروات تیم سپاهان این 11 بازیکن رو روانه میدان کرده. رحمان احمدی دروازه‌بان هست، حسینی، تامینی، جعفری، بگزاده، ابراهیمی. اجازه بدید این موقعیت رو درون محوطه جریمه ببینیم و توی دروازه. گل برای تیم سپاهان و جانواریو. در حد شکل و شمایل بازی عوض بشه. جعفری توپ این گونه سانتر میکنه به درون محوطه جریمه، دفع ناقص و اینگونه فابیو جانواریو توپ رو به قعر دروازه میرسونه. بازیکن فصل گذشته تیم ملوان چگونه ببینید توپ رو سانت میکنه و اینجا یه لحظه در دفع توپ سالارزاده اشتباه میکنه و در ریباند موفق عمل کرد. آقای کرانچار هم معترض بود به این پرچمی که کمک داور اول این دیدار میزنه، یعنی سعید علی نژادیان. یه حرکت دیگه، این بار از نوید کیا، یه پاس عالی برای سزار، یه پاس رو به چلو خطرناک هست و توی دروازه. این هم گل دوم، این بار سید صالحی تر از 10 دقیقه دو گل رو به ثمر رسونده. این پاس اولی که داده شد نوید کیا بود، اینجا سزار و دروازه خالی و کار راحتی که انجام میده. یک پاس طلایی دیگه از نوید کیا و این پاس رو به جلوی زیبا، حالا یه خورده شاید مشکوک آفساید برای سه صالحی. جانواریو یه بازیکن رو میخواد از پیش رو برداره، میتونه سانتر هم بکنه، این کار رو انجام میده برای سزار، میچرخه و توی دروازه. گل برای تیم سپاهان. در 18 دقیقه پیش بینی نمیکرد، یه گل تمام برزیلی. جانواریو ساخت، برونو سزار پرداخت. ملاحظه بفرمایید یک بار دیگه توپی که فرستاده میشه کنترلش فوق‌العاده بود، آهی رو کاملا از پیش رو برداشت و توپ رو به قبل. مسلمان رمضانی میتونه توپ رو سانتر هم بکنه، این کار رو انجام میده به درون محوطه جریمه، یک ضربه سر و توی دروازه. گل برای تیم ملوان و نصحتی کوتاه قامت. این سانتر بسیار خوب از رمضانی و با اون قد و قامت کوتاه خودش یه گل خوب و قشنگ رو زد تا اختلاف به 2 گل برسه و شاید امیدواری به اردوی ملوان برگرده. احمدی تو چارچوب، دیوار دفاعی هم شکل گرفته. رمضانی هم میاد صحبت میکنه با نصحتی. 38 دقیقه نصحتی به سمت دروازه و توی دروازه. بله و گل. گل برای تیم ملوان. منظور بفرمایید تصویر آهسته رو. اینجا به توپ ضربه میزنه، به تیر دروازه برخورد میکنه، همون اولی رفت تو گل. بله بعد دیگه رافقایی به توپ ضربه زد، توپ از خط رد شده بود، همون ضربه اول رد شده بود. رمضانی باید توپ رو سانت کنه. ببینیم از این ضربه کرنر چگونه استفاده خواهند کرد. یاران ملوان، سالارزاده هم جلو اومده، ارسال به درون محوطه جریمه و توی دروازه. گل برای تیم ملوان و این بار آهی ملوان. رمضانی باز هم اینجا در نقش پاسور ظاهر میشه و رحمان احمدی تسلیم میشه. ملاحظه بفرمایید توپی که ارسال میشه و این ضربه سر. یه بار دیگه کریمیان، فابیو جانواریو، سزار. بگزاده در کنارش هست، خود سزار پشت محوطه جریمه. جانواریو موقعیت برای ابراهیمی به سمت دروازه و گل توی دروازه. یک گل زیبا از ابراهیمی به یک گل زیبا میرسه. جانواریو اینجا یه پاس میده و خیلی قشنگ زد تقریبا به سجاف دروازه و حالا سپاهان با گل 4 هم میرسه. ببینیم این بار ملوان